مورد بعدی در مورد قاب‌ها استفاده از تگ آی فریم می باشد. این تگ برای نمایش یک قاب در صفحه استفاده می شود و مانند حالت‌های قبل نیازی به قاب بندی صفحه نمی باشد. برای نمونه تصور کنید که در صفحه خود می خواهید قابی داشته باشید که از طریق آن سایت دیگری مشاهده شود. برای این کار به راحتی می توانید از تگ آی فریم استفاده کنید. همچنین اگر بخواهیم در صفحه یک صفحه دیگر را باز کرده و با آن رفتاری مانند تصاویر داشته باشیم، از تگ آی فریم استفاده می کنیم. به عنوان مثال می خواهیم یک صفحه ایجاد کرده و در آن قابی قرار دهیم که به سایت پارسیان افزار دسترسی داشته باشد. برای این کار ابتدا یک سند HTML ایجاد می کنیم. سپس در قسمت بادی این سند تگ آی فریم را قرار می دهیم. برای تعیین آدرس سایت مورد نظر و محتوای قاب از شناسه SRC در این تگ استفاده کرده و تگ را می بندیم. در ادامه نیز با استفاده از تگ پی توضیحاتی در مورد قاب در صفحه می نویسیم. حال سند را ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده کنید. همانطور که می‌بینید در صفحه ایجاد شده قابی قرار دارد که در آن قاب سایت پارسیان صاف دیده می شود و در دسترس است. البته دقت کنید که بعضی از مرورگرهای قدیمی از تگ آی فریم پشتیبانی نمی کنند. تگ آی فریم شامل شناسه های زیادی می باشند که از آن قبیل می توان به ویت و هیت برای تعیین اندازه قاب اشاره کرد. همچنین شناسه بوردر برای تعیین ضخامت حاشیه فریم. برای آشنایی با دیگر شناسه های این تگ می توانید به کتب مرجع مراجعه کنید. اما برای آشنایی با شناسه های گفته شده به این مثال توجه کنید. می خواهیم در صفحه با استفاده از تگ آی فریم یک صفحه دیگر با اندازه های مشخص و بدون حاشیه قرار دهیم. برای این کار یک سند HTML ایجاد کرده و در میان متون این سند با استفاده از تگ آی فریم و شناسه های ویت، هیت و بوردر صفحه تست 491.htm را باز می‌کنیم.
حال سند ایجاد شده را ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده کنید. همانطور که می‌بینید تگ آی فریم باعث شده است تا با صفحه تست در این صفحه رفتاری مانند عکس صورت گیرد. در پایان می‌خواهیم با چند شناسه برای نامرئی کردن قاب‌ها آشنا شویم. با استفاده از این شناسه‌ها خواهیم توانست مرزهای بین قاب‌ها را ناپدید کرده و فاصله بین آنها را کاهش دهیم تا تقسیم بندی صفحه از دید کاربر پنهان بماند. شناسه هایی که در ادامه معرفی می شوند مربوط به تگ فریم می باشند و برای هر قاب به صورت مستقل می توانند مورد استفاده قرار گیرند. اولین شناسه بوردر است. این شناسه میزان ضخامت کادر اطراف قاب را تعیین می کند. برای اینکه کادر اطراف فریم دیده نشود، از مقدار صفر استفاده می کنیم. شناسه بعدی فریم بوردر می باشد که مقدار حاشیه فریم ها را تعیین می کند. با صفر قرار دادن آن حاشیه ها دیده نمی شوند. شناسه بعد فریم اسپیسینگ بوده و فاصله بین فریم ها را تعیین می کند. با صفر قرار دادن این شناسه فاصله بین فریم ها دیده نخواهد شد. و آخرین شناسه اسکرولینگ می باشد که سه مقدار نو، یس و اوتو را به عنوان مقدار می گیرد. با نو قرار دادن این شناسه باعث می شویم در صورتی که محتویات فریم از اندازه پنجره بزرگتر بود، نوار اسکرول بار نمایش داده نشود. حال برای مشاهده تأثیر شناسه های معرفی شده به این مثال توجه کنید. در یک سند HTML دو فریم ایجاد می کنیم و با استفاده از شناسه های گفته شده سعی در ناپدید کردن مرزهای فریم ها خواهیم کرد. بعد از ذخیره سند ایجاد شده نتیجه را مشاهده کنید. می‌بینید که مرزهای بین فریم‌ها کاملاً ناپدید شدند.